نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 19 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با توجه به نوع مواجهه حضرت حجت با علمای یهود و مسیحیت پس از ظهور فرمودند، در روایات آمده که پس از آن که حضرت حجت تورات و انجیل اصلی که نام آن حضرت در آنها نوشته شده را به علمای یهود و مسیحیت نشان دادند، یهودی ها و مسیحا مسلمان می شوند و فقط کسانی که نام خود را مسلمان نهادند با امام زمان می جنگند. معظم الله در رابطه با نحوه تعامل حضرت حجت با دنیا فرمودند، در روایت آمده که حضرت حجت به تمام دنیا نماینده می‌فرستند، همان گونه که در حال حاضر هم همه سرزمین‌ها در دیگر کشورها سفیر و نماینده دارند و رسول خدا و امیرالمؤمنین هم در زمان حکومت خود که بر نیمی از دنیا حکمرانی داشتند نماینده می‌فرستادند. ایشان در رابطه با رجعت معصومین علیهم السلام پس از ظهور حضرت حجت فرمودند، در روایات آمده که رجعت برای تمام 14 معصوم علیهم السلام وجود دارد و همه آن بزرگواران همانند حکومت که در زمان پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین وجود داشته به عدل حکومت می نمایند. آیت الله العظما شیرازی تأکید فرمودند و قاعدتا در چنین شرایطی حضرت عیسی ابن مریم از جنود امام مهدی خواهد بود، چرا که از حضرت حجت پیروی می کند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. اللي وارد في الحديث الشريف ان عيسى ابن مريم على نبينا وآله عليه السلام ينزل من السماء والنصارى يعرفوه انه عيسى ابن مريم فيقول لهم للنصارى هذا امامي وامامكم فاتبعوه، هكذا ورد في الحديث الشريف. والنصارى اما كلهم او معظمهم يؤمنون بالامام الحجه والائمه اللي قبله صلوات الله عليهم اجمعين، فما يصير حرب. اما هناك بعض الناس ياتون الى الامام الحجه عليه السلام ليحاربوه، فالامام يحارب ويكون بالرواية أنا ما شايف، ولكن قاعدة يكون عيسى ابن مريم من جنود الإمام الحجة لأنه يتبعه.